به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. سفارت ایران در کابل اعلام کرده است که مهلت از صدور ویزای رایگان به مناسبت اربعین فردا و پایان میرسد و روند صدور این نو ویزا متوقف می شود. این سفارت عصر یکشنبه اعلام کرده که همکنون روند صدور ویزا برای متقاضیانی که مدارک خود را تحویل دادن جریان دارد. سفارت ایران تاکید کرده که به دلیل ازدحام زائران در مرزهای این کشور با عراق و مدت زمان اندک باقی مانده تا روز اربعین، مهلت از صدور ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان غیر قابل تمدید است. در اعلامیه سفارت ایران آمده است که تعداد متقاضیان برای این نوع ویزا بسیار زیاد و فراتر از حد انتظار بود و آنان برای رسیدگی به آن در شفت‌های اضافه و خارج از وقت اداری کار کردند. سفارت ایران در کابل در 4 ماه جاری خورشیدی روند صدور ویزای رایگان دوبار ورود به شهروندان افغانستان برای تسهیل سفرانان به عراق در روزهای اربعین را آغاز کرد. این سفارت مشخص نکرده است که برای چه تعداد از شهروندان افغانستان از این نوع ویزا صادر کرده است. از سوی هم خبرگزاری ایرانی ایسنا امروز یکشنبه 12 سنبله به نقل از علیرضا محمدی، مدیر کل قنسولگری وزارت امور خارجه آن کشور، گزارش داده است که بیشترین شهروندان خارجی زندانی در ایران از افغانستان هستند. این مقام ایرانی گفته است که در زندان‌های این کشور حدود 6000 شهروند افغانستانی حضور دارند. برگزاری دوره آموزشی اطاعت از رهبر گروه طالبان در استان فاریاب. بر اساس دستور شفایی ایبت الله اخوندزاده، رهبر گروه طالبان، برای شماری از جنگجویان این گروه در استان فاریاب دوره آموزشی درباره چگونگی اطاعت از امیرالمومنین برگزار شده است. به گفته مسئولان محلی، گروه طالبان در استان فاریاب در این دوره آموزشی که 14 روز را در بر گرفت، 400 جنگجو و مسئول این گروه اشتراک داشتند. به گفته اشتراک کنندگان این دوره آموزشی، عالمان دینی چگونگی اطاعت از رهبر گروه طالبان را برای آنان آموزش دادند. گفته می شود که این دوره آموزشی برای تمام اعضای گروه طالبان به گونه نوبتوار برگزار خواهد شد. و خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. نصرت الله پارسا روی برگه فیسبوکش نگاشته است: فوری. به دنبال انتقادهای تند نجیب بروت از چهره های شمال و خصوص عطا محمد نور، آقای نور تلاش دارد تا بروت را از ترکیه اخراج کند. نامه های فاش شده می رساند که عطا محمد نور در دیدار با شهردار دوزو به او عکسهای نجیب بروت را داده تا برای بازداشتش اقدام فوری کند. از سوی هم گفته شده است که بروت به دنبال این تهدید از ترکیه به یونان فرار کرده است. برای جزئیات بیشتر این خبر با ما باشید. تحریک ملی اسلامی آزادی افغانستان ادعا کرده است که در حمله بر طالبان در ساختمان ولسوالی گومل ولایت پکتیکا 4 جنگجوی طالب را کشته است. تحریک ملی اسلامی آزادی افغانستان روز یکشنبه با نشر خبرنامه گفته است که حوالی ساعت 10 شب گذشته نیروهای این جبهه بر ساختمان اداری ولسوالی گومل ولایت پکتیکا حمله کردند. طبق خبرنامه در نتیجه این حمله 4 طالب کشته و 3 طالب دیگر زخمی شدند. خبرنامه افزوده است که در این حمله مسلحانه به نیروهای این تحریک آسیب نرسیده و آنان دوباره به مکان امن رسیدند. از سوی هم منابع از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان و افغانستان انترنشنال خبر دادند که پس از حمله جبهه آزادی به دفتر ولسوال طالبان، مسئولان این گروه جلسه اضطراری برگزار کردند. همزمان با برگزاری این جلسه، طالبان 3 نفر از باشندگان دولتشاه را بازداشت کردند. منابع گفتند زین العابدین والی طالبان در لغمان، نجیب الله بخشی فرمانده پلیس این گروه برای لغمان و ملا سنگین فرمانده لوای طالبان در این جلسه حضور داشتند. و در پایان، برنامه جهانی غذا میگوید که فقر و گرسنگی در افغانستان به شدت در حال افزایش است و کودکان و دانش آموزان در این کشور با شکم گرسنه به مکتب می روند. بر اساس گزارش این نهاد، در حال حاضر از هر 10 خانواده 9 خانواده غذای کافی برای خوردن که شب و روز خود را سپری کنند ندارند. با گفته برنامه جهانی غذا، اکثر کودکان و بزرگسالان در افغانستان با شکم گرسنه به خواب می روند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.